در مجموع هم که نگاه کنیم زن و مرد فرقی ندارن، یه امتیازاتی جانب زنانه داره، یه امتیازاتی جانب مردانه داره، از لحاظ خلقت، از لحاظ خصوصیات کیان طبیعیشون که خدای متعال خلق کرده. خدای متعال یه تعداد، یه مقدار خصوصیاتی رو به این جنس داده، یه مقدار خصوصیات رو به این جنس داده، یه برجستگی ها و ارزش های این داره، یه برجستگی ها و ارزش های اون داره. لذاست که با هم دیگه از لحاظ اون چی که مربوط به انسانیت هیچ فرقی ندارن، با هم هیچ تفاوتی ندارن. اون چیزی که خدای متعال برای انسان قرار داده، از لحاظ حقوق انسانی، از لحاظ حقوق اجتماعی، از لحاظ ارزش های معنوی و سیر تکامل معنوی هیچ فرقی نداره. یعنی یه مردی مثل علی ابن ابی طالب میشه یه زنی مثل فاطمه زهرا میشه، یک مردی مثل عیسی میشه یک زنی مثل مریم میشه، تفاوتی ندارن با هم دیگه.